همراهان گرامی کیوسک، درود و شب بخیر به شما عزیزان. از شما دعوت میکنم شنونده بسته خبری امروز ما باشید. درگیری بین یک تیپ ارتش و سپاه، مردم از کمک ارتش به معترضان شوکه شدند. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. ساعتی پیش چند سایت خبری اعلام کردند که یک پادگان از ارتش به حمایت از مردم برخواسته است. نیروهای ارتش در حمایت از معترضین به روی مزدوران سپاه آتش گشودند. وبسایت حقوق بشری هنگاو با انتشار اطلاعیه‌ای خبر داد که نیروهای ارتش با هدف جلوگیری از حمله و تیراندازی پیاپی نیروهای سپاه پاسداران به معترضان سقز و زیر رگبار گرفتن آنها برای دقایقی با مزدوران سپاه در محله کریم‌آباد درگیر شده و با آنها مبادله آتش داشتند. گزارش‌های متعددی از ساعاتی گذشته مبنی بر حمایت یک پادگان ارتش در سقز برای کمک به مردم منتشر شده است. در این گزارش‌ها آمده که افسران نیروی زمینی ارتش با سلاح سازمانی ژسه به مقابله با نیروهای بسیج و سپاه پرداختند و آنها را از مردم دور کردند. گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برخورد خشن نیروهای امنیتی با معترضان در شهر دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد است. گفته می‌شود شماری در اعتراضات در این شهر کشته و زخمی شده‌اند. هنوز مقام‌های رسمی در استان کهگیلویه و بویراحمد به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند. گزارش‌ها از نقاط مختلف ایران در شامگاه پنجشنبه حاکی است که با گسترده‌تر شدن دامنه تظاهرات اعتراضی به بسیاری از نقاط ایران، نیروهای امنیتی برای مقابله با این اعتراضات خشونت بیشتری به کار بردند. ایران دیر یا زود به مرحله ای می رسید که با نظام فاشیست مذهبی حاکم بر مردم تعیین تکلیف کند. در تمام سالهای گذشته بر این نکته تاکید شد که جمهوری اسلامی سرنوشت محترم ایرانیان نیست. سرنوشت مردم برای همیشه در دستان خونین این رژیم تعیین نمی شود، اما اینکه مردم جمهوری اسلامی را چگونه به تاریخ بسپارند در دست نظام و زمامدارانش است. جمهوری اسلامی اما نه هشدارهای دلسوزانه اش را جدی گرفت و نه به فشارهای داخلی و بین‌المللی توجهی کرد. نظام ملایان و پاسداران که بر اساس نظریه حکومت ولایت فقیه آرزوی نابودی غرب و اسرائیل و تسلط یک دولت اسلامی بر جهان را در سر می پروراند، با پشتوانه ثروت و درآمدهای نفتی یک کشور استراتژیک مانند ایران و اتکا بر تسلیحات و گروه‌های سرکوب علیه مردم، بیش از آن در موهبت‌های این جهانی که فقط شامل حال گروه‌ها و خانواده‌های مافیایی خودش می‌شود و همچنین اطمینان به قدرت سرکوب غرق شد که نتوانست موج خشم و انزجار و نفرتی را ببیند که 43 سال در جامعه به آرامی سنگین می‌شده تا با قدرت تمام اوج بگیرد و بر سرش فرود بیاید. اما وقتی سرانجام این موج به مرحله فرود برسد، آن وقت سرکوبگرترین نظام‌ها نیز نمی توانند حتی به وفادارترین نیروهای خود اطمینان کند، چه برسد به اطلاعاتی و امنیتی و لباس شخصی و نیروی انتظامی و گارد ویژه و مشابهان دستمزد بگیر که این روزها ذلت و خاری و ناتوانی آنها در برابر همبستگی سراسری مردم بیش از پیش به نمایش گذاشته می شود. در این میان تجارب تطبیقی نیز نشان می دهد مردم کسانی را که از رژیم های ضد مردم جدا می شوند و به آنها می پیوندند
با آغوش باز پذیرا می شوند، بدون آنکه ترسی از زیر پا گذاشتن حق و حقوق قربانیان و بازماندگان آنها و بدون مجازات ماندن آمران و عاملان جنایت ها و خیانت ها، اعم از کشتار و فساد اقتصادی و یا تخریب های زیست محیطی داشته باشند. آنها می دانند برای به گور سپردن رژیم هایی مانند جمهوری اسلامی به نیروی همگان نیاز است، از جمله کسانی که بدنه و پایگاه اجتماعی آن را تشکیل می دادند. چه بهتر که به جای صحنه های سرکوب شاهد پیوستن این نیروها به مردم باشیم. از سوی دیگر جنبش دادخواهی ایرانیان که بسیار گسترده است، زمانی موفق خواهد بود که مردمی که به حرکت در آمده اند اطمینان داشته باشند که سیاست هوشیارانه و دموکراتیک آنها در پذیرش بریدگان و ریزشی ها با نظام حقوقی مدرن و اتکا بر نمی بخشیم و نفراموش می کنیم پاسخ مساعد خواهد گرفت. شواهد نشان می دهد جامعه ایرانی با تجاربی بس دشوار و خونین به این بلوغ سیاسی و حقوقی رسیده و فقط باید با به تاریخ سپردن جمهوری اسلامی امکان بروز و عمل پیدا کند. قتل مظلومانه مهسا امینی جنبش بزرگی را در ایران رقم زده است. تنها پس از 6 روز جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی فراگیر شده. دست کم تا کنون 83 شهر کشور شاهد اعتراضات خیابانی بودند. زنها میدانداری می کنند و مردها به طلب زندگی آمدند و همه دنبال آزادی اند. این جنبش سراسری در همین مدت زمان اندک توانسته صحنه های کم نظیری از مقاومت و شجاعت مدنی شهروندان به تصویر بکشد. در این گزارش گوشه هایی از این صحنه های ماندگار را مرور می کنیم. مکالمه ای از تماس یک مامور وزارت اطلاعات شهر کرمان با یکی از شهروندان که در تجمع دیروز شهرش شرکت کرده است. چه جوانهایی اسماعیل، چه جوانهایی. کاربری نوشته مکالمه ای از تماس یک مامور وزارت اطلاعات شهر کرمان با یکی از هموطنان که در تجمع دیروز شهرش شرکت داشته به دست ما رسیده که ترجیح میدم تا شما به این 4 دقیقه گوش میدید بند ایستاده برای این هموطن شجاع و صادق کف میزنم. سلام، وقتتون بخیر. سلام علیکم. خدا قوت. خیلی ممنون. حالتون خوبه؟ جای پیمان امیرزاده. بله بفرمایید. خوبه امیرزاده؟ خیلی ممنون. من از پلیس اطلاعات مزاحم شما میشم. پلیس اطلاعات 13؟ اطلاعات کرمان. نه، کلانتری 13 نه. پلیس اطلاعات کرمان مزاحم شما میشم. خوبه امیرزاده؟ من چند از پیش از این با عرضم بزرگتون بابای شما هم تماس گرفتم، با ایشون هم صحبت کردم. خب تجمعی که دیشب صورت گرفت، 10-12 نفر یار سر میدون کوثر بودن، گزارش و مدارک و مستنداتی که هست، خب متاسفانه یا خوشبختانه اومدن شما رو به عنوان یکی از عاملین اصلی شکلی تجمع اعلام کردند. تجمع قبل اینکه مبیام شکل گرفته بود، ولی من اومدم حرفای حق بزادم. خب بله، بعد نهایتاً ارزم بزرگ تو همکارا دارن مجموعه انتظامی، مجموعه اطلاعاتی با حضرت علی صحبت کردن. بله. حالا هم جعفری امینی‌زاده دوستان دیگه با شما صحبت کردن که اگر قرار بود حرف شما به جایی برسه که رسیده قطعاً دیگه تمامش کنین، دیگه جمع بشه برین، که حالا دارن دیگه حرکت شده یعنی به سمت اون طرف میدون آزادگان و همکارا به قول معروف ورود کردند و بله لاپایی دادن، میخواستن منو بزنن زمین، اومد از ناموس ملت هول دادن. بله نایتم اجازه بدیم من صحبتم تمامش، صحبت شما رو گوش میکنم. بعد ارزم به حضورتون، خب در مسیر برگشت شما رو دوباره به سمت اولیه برمیگردوندن، حالا با یه هیاهو سر و صدا اتقاضا که منو بزنن و بکشن ببرن، فکر کنم خانوما گفتن نه، من خواستم حتی با رئیسشون صحبت کنم. بله نه بذاری من برم با این صحبت کنم ببینم چی میگه، این خانوما نذاشتن دست منو کسی نه. درسته، حالا نهایتاً همون لحظه شما تقاضا میکنین که آقا ملت شما مرد نیستین، بیاین وایسین، و حالا دیگه خوشبختانه دیگه مگه خب حرفای دیگه هم نگفتین که گفتم من 3 تا خواهر دارم، اونا میرن تهران و میان، این حادثه ممکن بوده برای خواهر من اتفاق بیفته. من حرفا رو هم زدم. غیر از اون
عرضم به حضورت، خب تصاویری که اونجا منتشر شده، تصاویری که گرفته شده، حالا هم از حضور معمولی هم از حضور 10-12 نفر، خب متأسفانه تو شبکه‌های اجتماعی پخش شده. ما لحظات آخرن که دیشب دیگه حالا نایتم بود که یکی دیگه کسی فرستاده به ما ربطی نداره، ما یه صحبتی داشتیم اومدیم صحبتمون رو زدیم و نمیدونم دیگه حالا کی میخواد فیلم بگیره، خدا خیرشون بده. حقیقتا دیگه ما مشکلی نداریم. مشکلی بعد از اون بوده تو آخر بارن که تجمع تمام شد و متفرق شده، شما دوباره دعوت کردین که امروز سر میدان حضور داشته باشین، سر میدان کوثر اون طرف میدان حضور داشته باشین، تجمع رو ادامه بدین. این همه این موارد منعکس شده به مرجع قضایی. مرجع قضایی دعوت دستور دعوت و احضار شما رو دادن به مرجع. من قبل اون که این موضوع رو شما بگم با عبوی شما صحبت کردن رو شناختی که روی عبوی نمی کردم. نه رو شناختی که رو عبوی شما داشتن، رو جایگاه اجتماعی خانوادگی که جنابالی و عبوی داشتن، ما به اینا مطرح کردم که اگر صلاح بدونن عبوی به اتفاق شما فردا تشریف بیارن اداره، این یه موضوع. موضوع دوم، خب فراخوان‌های متاسفانه در اثر همون اقدام دیشب مجددا امروز در سطح داره منتشر میشه تو شبکه‌های اجتماعی که امروز هم دوباره ساعت 5-6 من خوشحالم حضور داشته باشم توی میدان کوثر. من خوشحالم، من مشکلی ندارم. بله حالا ببینیم جناب امیرزاده، من وظیفم بود همه این واقعا مثل حرف من مرد بودن، همه میرفتن بیرون یه بار کلکش میکندن شهرشون از سر ما میکندن. بله ولی نیست، ولی من یکی تا پا جونم هستم. بله بذاریم شما، من میخواست سرت درد بیارم یا سرت درنم تمومش کنم یا میخواست صحبت کنیم؟ بله من میخوام صحبتم این هست که به عنوان یه دوست و به عنوان یه برادر اگر ما قابل ما نیستی، وگرنه منو تعدید نمیکردی، زنگ میزدی میگفتی دمت گرم، تو یه مردی هستی که دیشب اومدی اونجا سر صدا کردی به خاطر یه نفر که کشته شده و خواهر خودت. ممکنه من خواهرم همون 3-4 روز همونجا بوده، اگه خواهر منو میگرفتن میکشتن او برادر بدبختش شرمنده کردین به خاطر اینکه منو کدوم پوفیوزی زده بدبختو کشته، از دست برادرش گرفتین بردینش، او برادر تا آخر عمر چی باید بکشه؟ بله شما خیال کردی معرو خرن یا خیال کردی من خرم زنگ میزنی من تهدید کنی؟ به قرآن میام با قدرت بیشتر، من خوشحالم میشم. تو برو اینو به هر خری هم میخوای بگی بگو، ان شاء الله موفق باشی، سلامت باشی، من امشب میبینمتون اونجا. متشکرم، ممنون، خدافظ. دختر جوانی که مرد تماشاگر را به حضور در میان معترضان دعوت می کند. مردم معترض در خیابان‌ها گلوله می‌خورند، زنان گیس می‌برند و روسری آتش می‌زنند، دانشجویان خونخواهی می‌کنند، اما نیروهای امنیتی همچنان به سرکوب مشغولند و مسئولان حکومتی به انکار و دروغ. پنجشنبه شب نیز اعتراضات ضد حکومتی مردم که با کشته شدن مهسا امینی آغاز شد در بیش از 80 شهر ایران ادامه پیدا کرد. این اعتراضات در حالی ادامه یافت که اینترنت همراه و در برخی مناطق اینترنت خانگی یا به طور کلی قطع شده و یا با اختلال بسیار همراه است. دسترسی مردم به پیام رسان واتساپ و همچنین اینستاگرام به عنوان دو نرم افزار پر استفاده در ایران قطع است. پنجشنبه شب اعتراضات به شهرهای دیگری نیز گسترش یافت. 10 نفر از مردم شهر دزاب در استان سیستان و بلوچستان به این اعتراضات پیوستند و با به آتش کشیدن لاستیک و سطل زباله ها اقدام به بستن خیابان کردند. مردم در این تجمع شعارهای مرگ بر دیکتاتور سر دادند. برخی ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از پیوستن مردم کاشمر به این اعتراضات است. در ویدیوهای مربوط به این اعتراضات صدای تیراندازی نیروهای امنیتی به گوش می‌رسد. صدها نفر از مردم این شهر با شعارهای جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم مرگ بر دیکتاتور، توپ تانک فشفشه، میکشم میکشم هر آن که خواهرم کشت، اعتراض خود را به کشته شدن مهسا امینی و سیاستهای جمهوری اسلامی نشان دادند. مردم این شهر بعد از حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به آنها و پرتاب گاز اشکاور و گلوله ساچمه‌ای اقدام به دفاع از خود کرده و با پرتاب سنگ در میدان مرکزی و میدان سپاه این شهر باعث به عقب رانده شدن نیروهای امنیتی شدند. در مواردی نیز مردم مجبور به درگیری تن به تن با نیروهای امنیتی شدند. بعد از آن مردم اقدام به آتش زدن دکه پلیس در میدان مرکزی و همچنین پایین آوردن و سوزاندن بنر دفتر نمایندگی خامنه ای در آن منطقه کردند.